اول آذر ماه سال 1377، خیابان هدایت. جنایت اینجا اتفاق افتاد. زن و مردی رو کارداجین کردن و به قتل رسوندن. قتل فجیح و دردناکی که حرف زدن از جزئیات اون به این راحتی نیست. سینه های زن رو بریده بودن، با 24 ضربه چاقو تک تکش کرده بودن. شوهرش رو هم همینطور مسلح کرده بودن با 11 ضربه چاقو روی سینش. وقتی مطمئن شدن هر دوتاشون مردن، اونا رو به سمت قبله چرخوندن. بعد هم خونه رو ترک کردن. این شروع قتل‌های زنجیره‌ای بود. قتل‌ها رو با یه زوج ملی‌گرا شروع کرده بودن. قتل‌های سیاسی پاییز سال 77 که جمهوری اسلامی 0-100 کارو به عهده داشت و مصطفی نواب و دست پنهان خارجی در میون نبود. برای آشنایی بیشتر با جزئیات این قتل‌های حکومتی و سرنوشت پرونده قتل این زوج ملی‌گرا توی این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع اسماء این همین ویدیو، عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. وقتی قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد، یه سالی میشد که سید محمد خاتمی رئیس جمهور ایران شده بود و تعدادی از روشنفکرها و فعالای سیاسی امید داشتند که اصلاحی توی روند سیاسی ایران پیش بیاد تا همه اون فشار و خفقان سیاسی و اجتماعی که محصول دوره ریاست جمهوری 8 ساله اکبر هاشمی رفسنجانی بود اصلاح بشه. بعضیا معتقدن قتل‌های زنجیره‌ای کار تندروهای اصولگرا و رقبای خاتمی بود تا دولت محمد خاتمی رو تو همون شروع کارش به بن‌بست بکشونن. قتل‌های زنجیره‌ای شاید مهمترین واقعه دوره ریاست جمهوری خاتمی بود و از این بابت هنوز هم زیر سواله. اتفاقی که شب سیابان 1377 افتاد، فاجعه ای بود که مشت جمهوری اسلامی رو برای خیلی از مردم ایران باز کرد. 30 آبان 1377، خانه داریوش فروهر و پروانه اسکندری. زنگ در خونه رو میزنن و پروانه افف رو جواب میده. دو نفر پشت در بودن، مرتضی فلاح و ابوالفضل مسلمی که هر دوشون از نیروهای وزارت اطلاعات بودن. پروانه که میپرسه کیه، مسلمی خودشو مأمور اداره آگاهی معرفی میکنه و میگه در رابطه با رنوی شما مسئله ای پیش اومده، لازمه چند دقیقه جناب آقای فروهر رو ببینیم. چند دقیقه طول میکشه تا پروانه از طبقه اول بره بالا و داریوش فروهر رو خبر کنه اون لباس بپوشه و بیاد جلوی در. فروهر در خونه رو باز میکنه، با هم سلام و احوالپرسی میکنن. مسلمی میپرسه این شماره مربوط به ماشین شماست؟ که فروهر جواب میده بله. مسلمی حکمی رو نشون فروهر میده و میگه میخوایم اسناد و مدارک ماشین رو ببینیم. توی این لحظه پروانه روی پله ها ایستاده بوده و به حرف ها گوش میکرده. فروهر به پروانه میگه که اسناد و مدارک ماشین رو بیاره تا مامورای آگاهی ببینن. به محض اینکه فروهر تعارفشون میکنه که برن توی خونه، مامورا وارد خونه میشن. لای در رو هم باز میذارن تا بقیه نیروها بعد اونا بیان داخل خونه. فلاح و مسلمی همراه فروهر وارد اتاق کارش میشن. پروانه هم توی همون اتاق روی صندلی میشینه. مامورای قلابی ادعا میکنن که چند ماه قبل با ماشین فروهر دزدی شده و یه شی عتیقه به سرقت رفته و برای همین باید خونه اونا رو بگردن. حکم جعلی بازرسی رو نشون فروهر میدن. فروهر میگه مانعی نداره، بازرسی کنید. فلاح و پروانه میرن طبقه بالا تا بازرسی خونه رو از طبقه دوم شروع کنن. به محض اینکه پروانه و فلاح میرن طبقه دوم، بقیه نیروهایی که تو حیات خونه کمین کرده بودن وارد خونه میشن و میرن طبقه بالا. مسلمی فروهر رو از اتاق کارش میبره پذیرایی. چند دقیقه بعد دوباره برمیگردن اتاق کار فروهر. مسلمی یه دونه از صندلی‌ها رو توی ورودی اتاق میذاره. فروهر رو هدایت میکنه که روی اون صندلی بشینه. فروهر هم این کار رو انجام میده. به محض نشستن داریوش فروهر روی صندلی، مأمور دیگه‌ای به اسم مصطفی هاشمی که تازه وارد خونه شده بوده، از پشت سر مواد آغشته به بیهوشی رو جلوی دهن فروهر میگیره. عصا از دست فروهر میفته. دستاشو میگیرن و محکم نگه میدارن. بلافاصله از هوش میره.
مرتضی فلاح که سرتیم این عملیات بود، دو تا چاقو با خودش آورده بود. یه چاقو رو میده به فردی به اسم محمود جعفرزاده که یکی از پرسنل اداره عملیات وزارت اطلاعات بوده. کار فروهر رو روی همون صندلی که نشسته بود تموم میکنه. با ضربه های متعدد چاقو از پا درش میاره. 11 ضربه چاقو به قفسه سینه داریوش فروهر فرود میاد. علی محسنی یکی دیگه از پرسنل اداره عملیات بود. چاقوی دوم رو از فلاح میگیره و شروع به زدن ضربات کارد به قفسه سینه پروانه اسکندری میکنه. پروانه رو هم با همون روش اول بیهوش میکنن و بعد با 24 ضربه چاقو میکشنش. بعد اینکه داریوش و پروانه رو کارداجین میکنن و به قتل میرسونن، هر دوتاشون رو به سمت قبله میچرخونن. 7 نفر توی این قتل دست داشتن که همشون تحت امر محمد عزیزی بودن. محمد عزیزی مسئول اداره عملیات در معاونت امنیت وزارت اطلاعات بود. اون به 7 نفر از پرسنل تحت امر خودش به نام محسنی، زارب داریوش فروهر، جعفرزاده، زارب پروانه اسکندری، هاشمی مسئول بیهوشی هر دو مقتول، فلاح سرتیم عملیات، صفایی، محمد اسناشر و مسلمی دستور انجام قتل داریوش و پروانه رو داده بود و این افراد به دستور عمل کرده بودن. همه این 7 نفر به علاوه خود محمد عزیزی تحت امر حمید رسولی بودن. حمید رسولی مدیر کل پشتیبانی عملیاتی معاونت امنیت در وزارت اطلاعات بود. رسولی هم تحت مسئولیت موسوی قائم مقام معاونت امنیت وزارت اطلاعات بود. موسوی یکی از آمرین اصلی قتل ها بود. کار کشتن داریوش فروهر و پروانه اسکندری تموم میشه و همه نیروهایی که توی این عملیات شرکت داشتن از خونه خارج میشن. بعد قتل داریوش و پروانه، علی خامنه ای توی نماز جمعه حرفای عجیبی درباره این دو نفر زد. البته همه اینا برای این بود که ثابت کنه جمهوری اسلامی این آدما رو نکشته. اگر نظام جمهوری اسلامی اهل دشمن کشی است، دشمنان خودش رو میکشد، خب چرا سراغ فروهر بره؟ فروهر و همسرش، این دو مرحوم، دشمنان ما بودن، اما دشمنان بی ضرر و بی خطر، هیچ ضرری نداشتن، نه به جایی وابسته بودن، یک حزبی داشتن، سالهای متمادی این حزب بود با عناصر خیلی معدود. خب اینجور دشمنی که در داخل کشور هست اطلاعیه هم مرتب میده علیه نظام، دیگران هم میگن که بله در داخل ایران مثلا آقای فروهر اطلاعیه داد. خب داد، کسی از مردم او رو نمیشناخت، کسی با او آشنایی نداشت، کسی تحت نفوذ و تحت تاثیر حرفای او نبود، ایشون معروفیتی توی مردم نداشت، نفوذی نداشت. خب حالا شما فکر کنید که کسی که مثل فروهری را میکشد، این میتونه دوست نظام باشه، میتونه برای نظام کار بکنه؟ چنین چیزی معقوله؟ من باور نمیکنم. برعکس این حرفای خامنه ای، تحمل فعالیت داریوش فروهر و پروانه اسکندری برای حکومت خیلی سخت بود. با اینکه اوایل انقلاب فروهر فرد مورد اعتماد خمینی بود، اما به خاطر انتقاداتش تبدیل شده بود به دشمن جمهوری اسلامی. 12 بهمن 57، فرودگاه تهران. هواپیمای روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، روی باند فرودگاه تهران که میشینه، داریوش فروهر اولین کسیه که از هواپیما پیاده میشه. اون حامل پیغام خمینی برای سران ارتشه. داریوش فروهر 26 دی ماه 57 برای دیدار و گفتگو با خمینی به پاریس میره. فروهر حامل پیغام تعدادی از افسران ارتش به خمینی بود. افسرانی که به انقلاب گرایش پیدا کرده بودند و سعی می‌کردند که مانع پشتیبانی ارتش از نظام حاکم، یعنی نظام پهلوی، بشن. خمینی نامه‌ای خطاب به ارتش می‌نویسه و میده به فروهر که بره ایران و اگه شرایط مطابق میلشون پیش رفت، اون پیغام رو به دست افسران ارتش برسونه. پیغام خمینی به افسران، درجه داران و سربازان ارتش این بود که ارتش نباید از دولت شاپور بختیار حمایت کنه.
چون فرودگاه تهران بسته میشه فروهر نمیتونه برگرده ایران و در نهایت با خود خمینی 12 بهمن 1357 میاد. اولین فردی که از هواپیمای عامل خمینی پیاده میشه فروهره که سری فرودگاه رو ترک میکنه تا به ماموریتی که خمینی بهش داده عمل کنه. بعد انقلاب 57 داریوش فروهر وزیر کار دولت بازرگان میشه، اما در اول آبان 58 استعفا میکنه و برای مهدی بازرگان رئیس دولت موقت مینویسه که با کمال تأسف به گمان من دولت موقت آن جناب دیگر نمیتواند وظیفه تاریخی خود را در پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران انجام دهد. از آن کنارگیری میکنم. اختلاف فروهر و بازرگان به طور عمده سر دو موضوع بود. یکی تعیین حقوق دستمزدها که فروهر به دنبال سه برابر کردن حقوق کارگرها بود و دولت از جمله بازرگان با این تصمیم مخالفت می‌کرد. به نظر می‌رسه دولت توان تأمین حقوق سه برابری رو برای کارگرها نداشت. یه اختلاف دیگه هم سر قائله کردستان بود. در بهار و تابستان 58 مهمترین بحران دولت موقت مسئله کردستان بود و نارامی‌های توی کردستان در حال گسترش بود. خمینی اول فروهر رو به عنوان نماینده ویژه خودش به کردستان می‌فرسته، اونم گزارش کارش رو مستقیماً به خمینی می‌داد. اما یه مدت بعد شورای انقلاب تصویب می‌کنه که هیئتی مرکب از طالقانی، بهشتی، بنی صدر، هاشمی و فروهر برن کردستان و مسائل اونجا حل کنن. میگن راهکارهایی که فروهر برای حل مسئله کردستان میداد مورد تایید بازرگان نبود. چند ماه بعد از کنارگیری و استعفای دولت بازرگان در 15 آبان 58 انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری ایران برگزار و ابوالحسن بنی صدر با رأی قاطع انتخاب میشه. اون زمان داریوش فروهر هم کاندیدای ریاست جمهوری بود، اما رأی قابل توجهی به دست نیاورد. سال 60 اختلافات سیاسی داخلی بین گروه‌های مختلف حکومت شدید و بنی صدر برکنار میشه. درگیری‌ها به شدت اوج می‌گیره. همه کسانی که در دوران ریاست جمهوری بنی صدر ازش حمایت کرده بودند یا اینکه در این درگیری سکوت کرده بودند و طرف هیچ کدوم از دو طرف درگیری رو نگرفته بودند، از قدرت جمهوری اسلامی تصفیه سیاسی می‌شدند. داریوش فروهر هم یکی از اینا بود. در سال 61 داریوش فروهر دستگیر و زندانی میشه. 5 ماه توی زندان بود. میگن فروهر رو بعد دستگیری 24 ساعت سرپا نگه میدارن، بعدش میبرن برای بازجویی. بازجو تعارف میکنه که بشینه. فروهر میگه من میتونم 24 ساعت دیگه هم سرپا وایسم. داریوش فروهر با دستور مستقیم روح الله خمینی آزاد میشه. میگن خمینی وقتی از بازداشت فروهر مطلع میشه بلافاصله دستور آزادی اون رو صادر میکنه. بعد آزادی از زندان از فعالیت سیاسی تقریبا کنارگیری میکنه و تا زمان تموم شدن جنگ بین ایران و عراق فعالیت خاصی نمیکرده. گویا به این خاطر بوده که نمیخواسته وقتی ایران درگیر جنگ با یک کشور خارجی انتقادی از سیاستمدارا بکنه. ترجیحش این بود که اختلافات داخلی رو فعلا کنار بذاره. بعد از جنگ فعالیت خودش رو شروع میکنه و واضحه که موضعش انتقادی بود. سال 1368 90 نفر از روشنفکرها و فعالای سیاسی یه نامه خطاب به علی خامنه ای که اون موقع رئیس جمهور جمهوری اسلامی بود می‌نویسن. داریوش فروهر جز امضا کننده های این نامه نبود، اما از امضا کننده ها حمایت و برخورد تند حکومت با امضا کننده های این نامه رو هم محکوم می‌کنه. فروهر دبیر حزب ملت ایران بود و توی اطلاعیه‌ای که میداد از حکومت انتقاد می‌کرد و حتی شرکت توی همه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری رو هم تحریم می‌کرد. با اینکه روزنامه کیهان فروهر و پروانه اسکندری و حزب ملت ایران رو مسخره می‌کرد و می‌نوشت حزب دو نفره ملت ایران، اما این حزب بین ملی‌گراها جایگاه داشت. خواسته فروهر این بود که احزاب منتقد و مخالف هم بتونن توی انتخابات شرکت کنن و چون این خواسته برآورده نمی‌شد انتخابات رو هم تحریم می‌کرد. این وضع ادامه داشت تا اینکه این ارتش دو نفره رو با چاقو تکه تکه کردن تا صدای انتقادی ازشون بلند نشه. فردای روز قتل یعنی اول آذر ماه 77 بدن بیجون و کارداجین شده داریوش فروهر و پروانه اسکندری رو توی خونشون پیدا کردن. این تنها عکسیه که جمهوری اسلامی از اون شب منتشر کرده. دو جنازه که روی هم انداختن و هر دوتاشون رو لای یه پتو گذاشتن و از خونه بیرون میبرن. این رو هم
همین چند سال قبل توی کتاب روزشمار 30 ساله جمهوری اسلامی چاپ کردن. همه عکسایی که از صحنه قتل گرفته بودن هنوز هم محرمانه و ممنوع است، تازه اگه نابود نشده باشه. روز بعدش، یعنی 2 آذر ماه 77، روزنامه اطلاعات قتل داریوش فروهر و همسرش رو به افراد ناشناس نسبت داد. اما قتل داریوش و پروانه چند روز بعد زلزله بزرگی به پا کرد. وقتی که جسد محمد جعفر پوینده و محمد مختاری، دو روشنفکر دیگه هم پیدا شد و مجید شریف نویسنده و مترجم هم به طرز مشکوکی جونش رو از دست داد. این مجموعه قتل‌های حکومتی به قتل‌های زنجیره‌ای معروفه. همه ی چهره‌های سیاسی حکومت از اصلاح طلب و اصولگرا این قتل‌ها رو محکوم می‌کردن و همه‌شون هم می‌گفتن این یه توطئه علیه ایرانه. خیلی‌هاشون با اطمینان می‌گفتن کار آمریکا و اسرائیل، یا اینکه تندروهایی مثل جبهه پایداری میگفتن کار مهدی هاشمی پسر اکبر هاشمی رفسنجانیه. اصلاح طلبا هم میگفتن کار تندروهای اصولگراست تا مردم ایران رو از اصلاحاتی که محمد خاتمی وعدشو میداد ناامید کنن. اما عجیبترین نظر این بود که شایعه شده بود پای گروه یا کسی به اسم مصطفی نواب توی این قتل‌ها در میونه. اسم مصطفی نواب ذهن همه رو میبرد به طرف مجتبی نواب صفوی، رهبر فدایان اسلام که در دوره پهلوی شخصیت‌های سیاسی رو ترور می‌کرد. بعداً مشخص شد همه این اخبار مربوط به مصطفی نواب دروغ و ضد اطلاعات بود که از طرف حکومت طرح می‌شد برای ردگم کنی. خلاصه 18 روز بعد کشته شدن پروانه و داریوش، تحت فشار افکار عمومی و رسانه‌ها، محمد خاتمی رئیس جمهور مسئولان وزارت کشور و وزارت اطلاعات رو مأمور بررسی این پرونده میکنه. چند روز بعدش هم در 23 آذر ماه 77 کمیته‌ای با عنوان کمیته تحقیق قتل‌های مشکوک به دستور خاتمی تشکیل میشه. 45 روز بعد از اولین قتل، بالاخره در تاریخ 15 دی ماه 77، روابط عمومی وزارت اطلاعات اطلاعیه‌ای صادر رو اعلام میکنه که تعدادی از عوامل ارتکاب جنایت‌های اخیر از پرسنل خودسر این وزارت خونه بودن. وزارت اطلاعات این قتل‌ها رو محکوم می‌کنه و در بیانیه ای می‌نویسه که معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کجندیش و خودسر این وزارتخانه که بیشک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته‌اند، در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زدند. بعد این بیانیه وزارت اطلاعات، قربان علی دوری نجف آبادی وزیر اطلاعات استعفا می‌کنه. محمد خاتمی هم بعد این اطلاعیه میگه که عوامل وقوع قتل‌های زنجیره‌ای یک قده سرطانی هستن و حتماً با عوامل و مجرمان این پرونده برخورد میشه. اما نهایت برخورد خاتمی با دوری نجف آبادی که عامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای بود، این شد که با استعفاش موافقت کنه. 22 آبان 1377، خانه دوری نجف آبادی. تصمیم قتل‌های زنجیره‌ای تو خونه دوری نجف آبادی گرفته میشه. مهرداد علی خانی با نام سازمانی صادق مهدوی مسئول اداره چپ نو در وزارت اطلاعات بود. در پرونده قتل فروهر و اسکندری متهم شده بود به آمریت در قتل. توی بازجویی خودش رو جمال رضایی معرفی کرده بود. علی خانی یه هفته قبل از قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری همراه با سید مصطفی کاظمی یا موسوی، قائم مقام معاونت امنیت وزارت اطلاعات، میرن خونه وزیر وقت اطلاعات قربان علی دوری نجف آبادی. موضوع جلسهشون درباره برخورد با بعضی منتقدین بود. گفتگوشون بیشتر از 1 ساعت طول نمیکشه. خیلی زود جمع‌بندی میکنن و تصمیم میگیرن که حذف جمعی از عناصر به قول خودشون برجسته لایک داخل کشور رو شروع کنن. موسوی در انجام این عملیات تحت مسئولیت مستقیم دوری نجف آبادی بود. علی خانی هم رابط موسوی با تیم‌های عمل کننده بود. ساماندهی تیم‌ها و نظارت بر عملیات‌ها بر عهده علی خانی بود و بعد هر قتلی یا به قول خودشون عملیاتی باید به موسوی گزارش کار می‌داد. پیشنهاد قتل داریوش فروهر رو به طور روشن مهرداد علی خانی مطرح می‌کنه. خودش در اعترافاتش گفته که در جلسه با نجف آبادی وزیر اطلاعات به وضعیت فروهر و حزب میلیون مرتد اشاره کردم و توضیح دادم که همون نیروهای جبهه ملی که در سال 60 مرتد اعلام شدن، بخشی از اونا مثل فروهر با تغییر اسم جریان سیاسی خودشون
چطور تونستن موجودیتشون رو حفظ کنن و در شرایط حاضر اینطور در صحنه به عنوان اپوزیسیون فعال حاضر باشن و حتی تبدیل به یکی از سرپل‌های فعالان سیاسی خارج با داخل کشور رو بلعکس بشن. در نتیجه گفتم فروهر رو در اولویت بذارید. علی خانی 27 آبان 77 آدرس فروهر رو یه حکم قضایی جعلی رو به عزیزی میده و قرار میشه نیروهای عملیات با مسئولیت عزیزی داریوش فروهر و پروانه اسکندری رو بکشن. اول قرار میشه که بیرون خونه منتظرش باشن تا داریوش فروهر رو بیرون خونه توی تور بندازن و بدزدنش رو با تزریق پتاسیم بکشنش و اینطور وانمود کنن که دچار سکته قلبی شده و مرده. اما موسوی میگه نه، لازم نیست بیرون خونه منتظر باشن. نیروهای عملیات برن داخل خونه و کار خودش و زنش رو تموم کنن. خودش و زنش رو با کارد بزنن. موسوی دو سه بار تاکید میکنه خودش و زنش. میگه که کشتن داریوش فروهر بدون زنش فایده ای نداره، چون 70% فعالیت اونا مربوط به زن فروهره. پروانه و داریوش هر دوشون عضو مهم حزب ملت ایران بودن و چند دهه بود که کنار هم فعالیت سیاسیشون رو پیگیری میکردن. داریوش فروهر ملی‌گرا بود و از هواداران محمد مصدق. مخالف شاه بود و بارها طعم زندان دوره پهلوی رو چشیده بود. در سال 56 به همراه شاپور بختیار و کریم سنجابی یه نامه سرگشاده برای محمد رضا شاه می‌نویسن و بهش هشدار میدن که بهتر سیاست‌های قدیمیت رو ادامه ندی و بهش میگن که سیاست سرکوب هیچ عاقبتی نداره. نامه‌ای که شاه بهش بی‌توجهی می‌کنه. داریوش فروهر در سالهای پایانی عمرش و در آستانه 70 سالگی تلاش میکنه که اتحاد تازه‌ای بین گروه‌های مستقل منتقد جمهوری اسلامی ایجاد کنه. اسم این جبهه جدید رو اتحاد حزب‌ها و نیروهای ملی ایران می‌ذاره. کاری که شاید در قتلش بی تأثیر نبود. دی ماه 1379 دادگاه پرونده قتل‌های زنجیره‌ای. دو سال بعد از قتل‌های سیاسی از جمله قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری، دادگاهی در سال 79 تشکیل میشه و پس از 12 جلسه غیرعلنی حکم 18 متهم این پرونده رو صادر میکنه. بر اساس این حکم چند نفر از متهمان به قصاص، برخی به حبس ابد و بعضی هم به حبس‌هایی از 2 تا 10 سال محکوم میشن. همین تعداد نفرات بالا در جریان عملیات قتل داریوش فروهر و پروانه ثابت میکنه که ادعای جمهوری اسلامی درباره انجام قتل‌ها توسط نیروهای خودسر دروغه. اینکه دو معاونت از وزارتخونه اطلاعات و 4 دفتر و 18 نفر از پرسنل وزارت اطلاعات توی این ماجرا دخیل بودن نشون میده که نسبت دادن این قتل‌ها به خودسرها عملاً زیر سواله. دروغی که محمد خاتمی مطرح کرد و بقیه ارکان حکومت تایید کردند. مصطفی کاظمی و مهرداد علی خانی به عنوان متهم ردیف اول و دوم عاملان اصلی قتل داریوش و پروانه معرفی و محکوم میشن به حبس ابد. دو نفر دیگه هم به اسم خسرو براتی و سعید امامی به عنوان متهم نفر سوم و چهارم پرونده قتل‌های زنجیره‌ای معرفی میشن که در قتل پوینده و مختاری نقش اصلی رو داشتن. داستان زمانی جالب میشه که حکومت خبر میده که سعید امامی یا همان سعید اسلامی معاون پیشین وزارت اطلاعات توی زندان خودکشی کرده و مرده. احتمالاً فیلم بازجویی از همسر سعید امامی رو دیدید که بازجوی حکومت با چه ادبیات جنسیت زده و توهین‌آمیزی با این زن حرف میزنه. قتل‌های زنجیره‌ای و نحوه بی‌رحمانه کشتن داریوش و پروانه و برملا شدن نقش حکومت توی این قتل‌ها برای جمهوری اسلامی خیلی گران تموم میشه. حکومتی که از اولین سال انقلاب 57 با قتل و تصفیه سیاسی منتقدها و مخالفانش قدرتش رو حفظ میکنه. معمولاً مردم عادی از این قتل‌ها خبردار نمیشن، اما ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای حساسیت زیادی توی جامعه ایجاد کرد و در این بین کسانی بودن که دروغ دولت خاتمی و حکومت رو قبول نکردن. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.